استاد ببخشید یه خود راجع به حدود و ثغور دل صحبت بکنیم این وقت باقی مانده. حدود و ثغور دل. استاد ببخشید قبل از اینکه بفرمایید بنده راجع به این مسئله شدیداً به شما اعتراض دارم چون خیلی اینجا حساس هستیم. ببخشید یه خود بازش کنی یه خود بلخرجی کنی. آخه میدونید بحث مفصلیه، خب بحث پیشیده ایه. دل باز از چه منظری؟ در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. تا به توانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه آمد یک دل. یا به عبارتی، ای که در کعبه کنی رو به خدا از ره دور، روی بر کعبه دل کن، به خدا او اینجاست. به کجا می روی ای گم شده ی راه مراد؟ آن خدایی که تو جوییش زهر سو اینجاست. باش هوشیار و مباش غافل از این دل، که تو را رهبر نیک و بد و دوزخ و مینا اینجاست. هرچه بر ما رسد از ماست، چه زیبا و چه زشت، نیک و بد را ولد و والد و زاو اینجاست. پس حدود و ثغور دل، پول رایج عالم کائنات دله. کی ثروتمنده کی فقیره؟ خب پس یک ثروتمند زمینی داریم، یک ثروتمند آسمانی داریم. پول رایج کائنات، پول رایج، یه پول واقعی داریم، یه پول حقیقی داریم. خب پول رایج کائنات دله. به خدا که هیچ یک را ثمر اونقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن، دلی به دست آوردن. خب به هوا پری مگزی باشی، به روی آب روی خسی باشی، پد دلی به دست دار تا کسی باشی. پس اینه که اون کسی باشی یعنی که اونجا به حساب بیای. خب پول رایج دله، چقدر دل به دست آوردی؟ میشه پول رایج، یعنی توی اون کارت اعتباری. خب اون میشه موجودیه. بنابراین بحث یک بار دل بحث پول رایجه. یک موقع چشم دله. خب بحث چشم دله. خب حالا هر کدوم از اینها برای خودش ماجرای خاصی داره و چشم دل در واقع یه سوال اگر بکنیم که چشم عقاب قوی تر یا چشم انسان؟ اما چشم انسان قوی تره، چون انسان دو تا چشم داره، یه چشم واقعیست یه چشم حقیقی. چشم واقعیش به دیدش به عقاب نمیرسته، اما چشم حقیقیش میتونه تا اون سر هستی رو چیکار کنه؟ با چشم دل نظاره بکنه. خب و به اصطلاح در وادی کیفی چشم اون سمت چشم دله. خب حالا داریم همون چشم دل رو به اصطلاح باز میکنیم و میخوایم یواش یواش یاد بگیریم که چگونه با چشم دل نگاه کنیم. استاد ببخشید این کائنات هم معنی میکنید؟ کائنات که اون به اصطلاح باز یک باری اسمسی برای من زدین، من اسمس برای ندادین. پس کائنات وقتی میگیم اینجا منظور کائنات فیزیکی نیست، منظور کائنات نمیدونم حالا ستاره ها نیست، منظور اینه که اگر یه جایی ملکوتی باشه پول رایج ملکوته، جایی که نمیشه تعریف بشه پول رایج ملکوت. کی ثروتمنده در ملکوت الهی؟ در ملکوت الهی ثروتمند کیست؟ کسی که چنین پشتوانه‌ای داره، سرمایه دار به حساب میاد، سرمایه دار ملکوت به حساب میاد. پس کائنات همون ملکوت الهی، منظور جنبه معنوی سرزمین فرضی الهی است.
که اونجا هم فرض کردیم که یک جاییست مثل اینجا، حالا افراد را میرن، یکی فقیره، یکی گداست، یکی میدونم چیه، ثروتمنده. کی ثروتمنده؟ پول رایج در واقع بحث این یا چقدر دل به دست آوردی همونقدر به اصطلاح سرمایه دار به حساب میاد. استاد ببخشید یه خودم راجع به کمیتش صحبت میکنید. اینا از وادی کیفی است و کمیت به اصطلاح کیفیت یا که موضوع کیفی است، کمیت نداره که بگی من دو تا دل به دست آوردم. چهار تا دل. کمیت خود دل، ما مال دلیم، دل مال ماست. چه میدونم دل چه موقعیتی داره از این نظر استاد؟ توجه بکنید که اینا همش یک بحثای فرضی است، یک بحثای هست که مجازی است. حالا وقتی میگیم دل اشاره به کجا میکنیم اصلا؟ خب بعضیا برای این مسئله جا انتخابی جایی رو در واقع ممکنه در نظر بگیرن. منظور اصلا موضوع کلامی نیست، موضوع اینجاست که دلی به دست آور، آیا این دل چیه که ما به دستش آوردیم؟ آیا چیزیست که میتونیم نشونش بدیم یا چیزیست که در اینجا ذخیرهش کردیم؟ خب میدونید که همین هیچ کدوم اینا نیست. اصلا کسی نمیتونه راجع به کم و کیف دل صحبت بکنه و بگه که اینه که من به دست آوردم چی هست، درست یا نه؟ در واقع ما فقط یه تشعشع مثبت خریدیم. دلی که او میگیم دلشو به دست آوردیم یه جوری به تیپ خاطر و به رضایتی رسیده که تشعشع مثبتی ما رو چیکار کرده، مشمول حالمون شده، مشغول حالمون کرده تشعشع مثبتی رو. ممنون، دستون درد نکنه. و از این طریق چیزی عاید ما شده که نمیتونیم نشونش بدیم. ولی جدا شده، جدا سرمایه ابدی ما شده، در زمره سرمایه ابدی ما قرار گرفته، درست شد؟ پس محدوده این چیزی نیست. بعضیا ممکنه برای دل جایی هم در نظر بگیرن، نمیدونم چیکار کنن، ولی اینطوری از نظر ما اینطوری نیست. یک موضوع 100% کیفی است. متشکرم استاد. خواهش می‌کنم قربونتون برم. خیلی ممنون.